شما هستیم در بخش کتاب. امروز مریم تیموری مهمان ما هست که مریم جان 13 جلد کتاب نوشتن و یک کتابشان تا حالا چاپ شده و تصمیم دارن کتابای دیگر خودم چاپ کنن. امروز بیشتر حرفا را با خود مریم جان داریم. صبحت بخیر مریم. صبح خوش آمدیم. خوش باشین. سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت تمام بیننده عزیز تلویزیون طلوع و امید است که خوب صحت مند سر حال باشین. بسیار خوش آمدین. مریم جان از چه زمان این توانایی را در وجودت یافتی، پیدا کردی که میتونی بنویسی کتاب؟ خب من از صنف پنجم آغاز کردم به نوشتن کتاب و یکی دو سال صنف هشتم و نهم که بودم از کار کتاب کنار آمدم، نخواستم کتاب نوشته کنم و امسال یک طرح رویایی نوشته کردم که من دوباره آغاز کردم به نوشتن کتاب ها که همه قسم من تانستم 13 کتاب نوشته بودم. با چه جمله آغاز کردی؟ با نوشتن یک طرح رویایی در رابطه با زندگی و عصر پوئزی که همو باعث شد مکتبای عالی نوشته کنم. مریم جان چه مواردی را خودت خواندی؟ یعنی چه کتاب را خواندی که کمکت کرد برای نوشتن و نویسندگی؟ خب کتاب تا حد یعنی کتابای زیاد نخواندیم، فقط کتابای داستان بیشتر خواندیم، کتاب بینوایان و ویکتور هوگو و این قسم کتابای دیگر خواندیم که تونستن ما را کمک کنن مکتبای زیادتر نوشته کنیم. شما 13 جلد کتاب نوشته کردین، فقط یک جلدش چاپ شده. بله یک جلد. که این کتاب است به نام سلما حیات و حکایتی از مرجان حیات. مرجان حیات کی است که کات قصه ش نوشته کردین شما؟ خب من خواستم که کارهای متفاوت تر باشه و به شمول کتاب سلما حیات که زندگی نامی خودم است، تمام کتابای من متفاوت است، یعنی کارهایی که ما داشتیم با دیگر نویسنده ها کاملا متفاوت بوده. بل. و همین قسم خواستم که من در دنیای شاعری و نویسندگی به نام مریم تیموری نه بلکه به نام مرجان حیات ظاهر شم، که من در تمام کتابای من هم نامم به نام مرجان حیات است. آیا آموزگاری داری یا داشتی که خودت کمک کنه بر نوشتن و بتونی از او کمک بگیری در نوشتن کتابات؟ خب تا حد استادای ما کمک کردن، یعنی تشویق کردن، اما کمک تا حد کردن کس را نداشتیم که یعنی مرا کمک نه به خاطر نوشتن کتابا، فقط تشویقم کردن و بس. خودم لیاقت خود داشتم. روایت و قصه های خودت به داخل کتاب است؟ همه؟ بله زندگی نامی خودم است. زندگی نامی خودتان است. و گفتین کدام مقاله هم دارین؟ آله بله مقاله نوشته کردیم به نام طلوع. میشنویم. طلوع: افغانستان وطنم سال هاست که گیریدار خشونت، تعصب و جنگ های خانمانسوز قرار گرفته ای. چی کسی درد این میهن برباد رفته ام را درمان کند؟ چی کسانه به کابل زیبای ما آمده و هر روز باعث مرگ مادرمان، پدران این وطن و خواهران رنج دیده می شود؟ امروزه همه چیز مثل صلح آرامی غروب کرده است. همه چیز همه سکوت اند و سکوت دردناک قلب های همه ایمان را پارچه پارچه می کند. کجاست آن قاضی که حکم کند که این همه غم و درد از برای چیست؟ ما بدیل کدام بدی را می پردازیم که فرجامش این چنین بوده؟ هر روز مادر در سوگ از دست دادن جگرگوشه‌اش گریه و فریاد می کند. خواهری که با گرفتن تابوت برادرش هر ثانیه مرگش را از خداوند خواهان است. اما حالا ما امیدواریم که این جنگ و نابسامانی، فقر، خشونت و تعصب غروب کرده و صلح و آرامی همیشگی طلوع کرده است. امروز ما رسانه عالی داریم به نام طلوع که کار همیشگیش فریاد زدن از برای صلح پایدار، آزادی بیان و آرامی و خوشنودی مردم است. طلوع ما با وجودت افتخار میکنیم و به مثل خودت همیشه میگوییم همدلی از همزبانی بهتر است. بسیار تشکر. از تفاوت نوشتاری صحبت کردین، که تفاوت نوشتاری در نوشتارهای خودت چی چیز بوده میتونه؟ ویژگی که کتابای شما داره؟ خب کتابایی که من نوشته کردیم البته نظر شخصی است و شاید خیلی کسای دیگه هم این نظر را داشته باشن. کتابای ما متفاوتر از همه قسم زندگی نامی خودم است. سلما حیات کتابا لتو نویسنده نبوده که قسم یک نام انتخاب بکنه و همه قسم کتابای دیگر هم یک کتابم به نام چهارشنبه سیاه است که رویدادای افغانستان از سال 1392 الی امسال درج کتاب کردیم که این کتاب با مرگ فرخنده آغاز شده و فرجامش به انتخابات پرچالش افغانستان ختم شده. مریم جان یک چیزی که سوال خلق میشه، فقط تفاوت کتاب شما در انتخاب نامش به نام سلما حیات است یا
چیزهای دیگه هم داخل کتاب موضوعاتش متفاوت است. میشه که در مورد کتابهای دیگه چون بگی عناوین کتابهای دیگه چی است؟ خب از جمله 13 کتاب یک کتاب خب کتاب سلم و حیات است، کتاب چهارشنبه آسیا و کتاب دیگر هم به نام طلوع است که کارکرده رسانه شما را نوشته کردیم و کتاب دیگر هم به نام دهکده بیساره است. من در لیسه نسوان بیساره درس میخوانم و به همو خاطرم خواستم کتاب نوشته کنم به نام مکتب و کتاب دیگر هم به نام افغانستان وطنم که زندگی نامی یک دختر آمریکایی است که اصل افغانی بوده. کتاب دیگر کابل زیبایم که درباره اوضاع تاریخی افغانستان است. همه قسم در حسرت ماج سایه اموز سوی تفاهم سی کتاب دیگر است که داستانهای کمدی هست و الگوی یک دختر افغان کیست که دختر میخواهد بهترین الگوی خود پیدا کنه که الگوی از او مولانا جلال الدین محمد بلخی میشه و همه قسم دو مجموعه شیری به نام جام سفیران و جزیره مرگ است که کتاب جزیره مرگ هم به نقل از کتاب جزیره خون از قهارسی نوشته شده. ماشاءالله چقدر کتابای خوب دارین، چقدر نامای زیبا انتخاب کردین. سخت‌ترین کار در مورد نوشتن یک کتاب براتون چی چیز بوده میتونه؟ خب سخت‌ترین کار یک ما یک مطلب نوشته کنیم که جلب توجه خواننده را، یعنی خواننده مجذوب و حرفای و نوشته های ما باشه. و مریم جان چه مدت طول میکشه تا یک کتاب خودت بنویسی؟ خب ما کتابای یک سال یا کمتر از یک سال طول میکشه. مریم جان چه نوع کتابا خودت بیشتر دلگرمی میبخشه اما به طرف خود کشت میکنه تا بیشتر او کتاب بخوانی و به عمق او کتاب بری؟ خب کتابایی که بیشتر جنبه تخیلی رویایی داشته باشه، کتابایی که بیشتر درباره میهن باشه و همه قسم احساساتی باشه او قسم کتابا. قبل از اینکه یک کتاب بنویسی چه آرزو میکنی؟ خب آرزو میکنم که یک کتاب ماندگار باشه، عالی باشه و بتونه که یک احساس خوب نزد خواننده پیدا بکنه. بله، کسی دیگر هم هست بجز از خودتان در فامیل که بنویسه و کتاب نوشته بکنه؟ نه خیر، کسی دیگر نیست، فقط من هستم که نویسنده هستم بس. و دوستان درباره این عادت خودت، یعنی مهارتی که خودت داری نویسندگی، چی میگن برات؟ خب بسیار تشویق میکنن و افتخار میکنن که کسی هست، یعنی بهترین دوستشان هستم و من میتونم که یک نویسنده خوب هستم، همیشه تشویق کردم. مریم جان به خاطر اصلاح متنت کسایی هستن که کمکت بکنن؟ خب تا حال نه، خودم همیشه کتابای ما اصلاح کردیم، بسیار زیاد کوشش کردیم، شب و روز تلاش کردیم تا کتاب داشته باشم عالی باشه. بله. یا نوشتن برای خودت انرژی میته مریم؟ بسیار زیاد. چرا انرژی برات میته؟ خب هر بار که من کتاب را نوشته میکنم با هزار امید نوشته میکنم و به من این انرژی مثبت را میده که کتابای من آنقدر سطحش عالی و خوب باشه که بتونه بر مردم یک امیدواری باشه، چون کتابای من بیشترش جنبی سیاسی داره و درباره افغانستان است. بله، پس از ختم این کتابتان سلما حیات، حکایتی از مرجان حیات، نقد و نظرهایی که گفتین کسی نیست که کتاب مرا اصلاح بکنه، متنش اصلاح بکنه، خودتان چیزایی که به اصلاح کردن در این کتابتان پیدا کردین متنایی بود؟ خب بعد از اینکه کتاب چاپ کردم خیلی ها متعجب شدن، همه قسم استادا و شاگردا، چون ما به یک بارگی کارای ما به همه گی نمایان کردم چون کس آگاه نبود. اما وقتی کتاب ما نشر کردم بسیار زیاد علاقه من پیدا کرد و کس نقد نکرد و همچنین نتیجه گیری این کتاب یک متن است در رابطه با راز خوشبختی انسان ها که او کتاب او مقاله آنقدر تونست در مکتب مشهورت پیدا کنه که ما بیشتر از ده ها بار او مقاله را خواندیم و هر بار که خواندیم به کس خسته کن تمام نشد و همه گی بسیار احساساتی شدن. خب مریم جان چطور هماهنگ میکنی کارا و برنامه را؟ یعنی خودت مینویسی کارهای مکتب و شرایط زندگی را چطور همیشه هماهنگ و تنظیم میکنی؟ خب مصروفیت ها خوب بیشتر می باشه، همه قسم مصروفیت های مکتب و درس ها، اما من بیشتر کار کتاب اولویت میتونم، بیشتر به کتاب های وقت پیدا هر روز، یعنی مطلبی نوشتم میکنی؟ بله. کتاب مورد علاقه کودکیت کدام کتاب بود مریم جان؟ کتاب بیاد داری؟ نه خیر، کتاب های زیاد خواندیم اما اتو کتاب که زیادتر در کودکی مورد علاقه بودن نبوده، فعلا کتاب که بسیار زیاد با او علاقه دارم کتاب بینوایان ویکتور هوگو است. بله، گاهی وقت ها از خواندن زیادم احساس خستگی کردی در وجودت؟ کار که همیشه حتی برای من مثل عبادت بوده او خواندن و نوشتن است. زیادترین وقتی که در طول یک روز مطالعه میکنی چند ساعت است؟ خب بیشتر از 7 یا 8 ساعت مطالعه میکنم و نشته میکنم. بله، دوستایت هم هستن که از کتاب قرض بگیرن و ازشان کتاب قرض بگیرین بخوانین؟
کتاب تبادله بکنین؟ کتاب های زیاد از دوستایم گرفتیم و خواندیم و همه قسم بیشتر دوستایم علاقمند کتاب های دیگر نبوده کس پیش میگیرن، کتاب های خود ما بسیار علاقمند هستن که بله بچه‌ها از بینوایان که من علاقمند سخت و کتاب هستم، اگر یک کتاب امروز بر من توصیه بکنین تا ما بخوانم، کدام کتاب توصیه خواهد کرد؟ کلیات قهاراسی بهترین کتاب. کلیات قهاراسی بله. و برای تبدیل شدن به یک نویسنده بسیار عالی میخوای چه کاری را انجام بدی؟ خب بیشتر از هر چیز دیگه میخوایم در کتابایم حقیقت گرایی باشه، تعصب نباشه، آنقدر عالی حرف بزنم در رابطه با میهنم که یعنی بر من راه را باز کنه که من بخواد یک شخصیت عالی بسازم و یک نویسنده خوب باشم. بله، پس عشقی که در وجودت هست عشق بر میهن و سرزمینت هست. بله. و حرف و آرزویت امروز چه خواهد بود؟ خب آرزویم یگانه آرزویم بهترین آرزویم این است که روز شب کتاب چهارشنبه سیاره چاپ کنم و این کتاب به نقل از کتاب بینوایان ویکتور هوگو نوشته شده و همه قسم کتاب بینوایان ویکتور هوگو حقیقت‌های جامعه‌شان را بیان می‌کرد و از یکی از شاهکارهای دنیا بود. ما آرزو می‌کنم روزی که کتاب چهارشنبه سیاره چاپ کردم این کتاب از جمله تاثیرگذارترین کتاب سال باشه و با چندین زبان دنیا ترجمه شود. بسیار تشکر، آرزوی موفقیت برات داریم. تشکر. وقفه می‌گیریم، بعد از وقفه با شما خواهیم بود. دوستان عزیز، برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین و برای پیوستن با کانال یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین.